من در کرموشا به دنیا آمدم. پدرم جواهر فروش بود. 4 خواهر و 1 برادر داشتیم. مادرم خونه دار. من بچه وسطی بودم و 5 سالگی مدرسه رفتم. 11 سالگی تصدیق 6 ابتدایی گرفتم. 16 سالگی دیپلم گرفتم. 6 سالم بود کلاس دوم بودم. برای اولین بار روی سن رفتم. پدرم جواهر فروش بود. زندگی متوسطی داشتیم. در سال 1310 من به دنیا اومدم که 1 خواهر داشتم، 6 سال از من بزرگتر. و با من عجیب عریض شده بود و من مثل عروسکش بودم. وقتی که 7 ساله شد بخواستن مدرسه بذارن، دیگه من اینقدر حالم بد شده بود، اینقدر گریه کرده بودم که دکتر خانوادگی تشخیص داده بود 1 سال خواهر من دیرتر بذاره مدرسه. همین 1 سال شد 12 سال شوهرم. من شدم 5 ساله، 6 ساله یا 5 ساله. من و خواهرم یه مدرسه ملی گذاشتم. چون پول میدادیم، خواهرم 12 سالش بود، من قبولش کردم. و من هم اینقدر در توی کودکستان گریه کردم که من مجبور شدن بردن گذاشتن پرو خواهرم نشوندن به خاطر پولی که میگرفتن و کاغذ رو بدادم دست من دادن گذاشتن ساکت باش. و من تا کلاس 6 با دختر خواهرم هم کلاس بودم. وقتی 6 امتحان دادیم رفتیم به سیر، 2 امتحان دادیم. چون در کرموشا فقط 1 دبیرستان داشت و اون دبیرستان هم دبیرستان شادوختا بود. شادوخت هم فقط دارشترا داشت، رشته دیگه وجود نداشت. 1 دبیرستان دیگری که بود به نام دبیرستان آلیانس که مال کلیمی ها بود. خب بابا هم اجازه نمیداد که ما به مدرسه کلیمی ها، باید شادوخت میرفتیم. اینقدر تعداد آدم هایی که دبیرستان می اومدن کم بودن که باور کنید توی کلاس ما باقی که من دیپلم گرفتم 22 نفر بودیم. یعنی از تمام کرموشا 22 نفر فقط شاگرد بودن. من دنبال هنرپیشگی نرفتم. این هنرپیشگی بود که دنبال من اومد. من به طرف خودش شد. من 6 ساله بودم کلاس دوم ابتدایی. وزیر فرهنگ اون زمان میومد کرموشا بازدید. در یک سالونی که در بیستان شاهپور اون موقع بود میخواستن جشن بگیرن. یک برنامه های تفریحی درست کرده بودن، تئاتر درست کرده بودن و یک مناظره بین یک زن و یک مرد که دو تا دختر، یه دختر که من بودم 6 ساله و یک پسر که کلاس 4 بود، غلام حسین اسمش بود. موقعی که آقای این غلام حسین صحبت کرد خیلی جالب بود. منی که روبروش ایستاده بودم روی سن نمیفهمیدم چی میگه. تو عالم بچگی گفتم ما برای مردم داریم میگیم، من که نمیفهمم مردم نمیفهمم. نوبت خودم شد، گفتم مرد
بازیچه خشم و غضب است، مرکز کینه و شور و شغب است. هر نزاع و جدلی در دنیا گشته از جامعه مرد به پا. مردم کف زدن، من سکوت کردم. این غلام مثل این بزرگتر از من بوده، میگفت بگو بگو. من منم حفظ بود، میگفت بگو. مدیر ما کنار پرده ایستاده بود، من مدیره رو نگاه میکردم که ببینم عکس العملش چیه. میدم داره لبخند میزنه، دلم قرص شد. کف که تموم شد میگفتم اما زن مظهر عاطفه و لطف و وفاست، مطلع خرمی و عشق و صفاست. وقتی اومدم بیرون بابام پشت سن بود، مدیرمون بابا منو بغل کرد، مدیرمون گفت به دخترت افتخار کن. هیچ وقت یادم نه، سعی کردم مؤثر باشم، سعی کردم که در تمام دوران بازیگریم بازی نکنم، زندگی کنم. من دکتر تحصیلی دکترا در ایران بالا جایزه سپاسه بهترین رفشی فیلم حالو در تئاتر ایران، این فیلم پاس قدرت کم نظیرتان و این فاید لحش های دوگرگون و وقام و بتانت شرقی و هنردت هنرمندان در تئاتر ایران. این تاب دارم آقای مرتضی کاتوزیان از من کشیدم، بزرگ داشتی که در با ایران از من گرفتن. این یکی دانشکده امریکایی. It is my honor to call Dr. Fakhri Khurrat. Student of American Liberty University. سالگی من بد بود، دیگه یادم رفته بود. تا معلم شدم، نمیدونم سال دوم معلمی بود، یک آقای اومد یه سر کشید به اتاق و یه نگاهی کرد و یه ساعت و یه نگاهی کرد و گفت ادامه دید و من ادامه به دستات را دادم و این آقا بدون خداحافظی رفت بیرون. زنگ تفریح منو خواستم به دفتر، مدیر مدرسه بعد گفته تو از فردا به مدرسه دیگه نیا. اون آقا گفت شما از فردا بیایی به تئاتر تهران برای تمرین تئاتر. گفتم من تئاتر بازی نکردم، من اصلا بلد نیستم. گفت اون با من. من فردا صبح رفتم تئاتر تهران، معلوم شد یک تئاتری دارن میسازن برای جامعه لیسانسه ها و میخواد یه خونه بخرم برشون و فقط و فقط از معلمین استفاده میکنن. تنها هنرپیشه ای که در این جمع بود آقای ناصر ملک‌مطیعی بود، اونم به خاطر این که معلم ورزش بوده. رفتم در وزارت فرهنگ و هنر و اونجا شروع به کار. بعد از دو سه سال شروع به کار کردیم، بازی میکردم و بعد پدرم فهمیده بود، ترکم کرده بود و من فکر کردم که خب وقتی که من ترک کرده چه یک پیس بازی کنم، چه ده تا، چه بیست تا فیلم دیگه فرق برمارو بکنه و شروع کردم به بازی کردن. 9 سال من رنگ پدرم رو ندیدم. یه روزی شوهر کردم در سن خیلی پایین،
بعد از این مدت من صاحب یک دختر شدم که واقعا بهش افتخار میکنم. بعدم به علتهایی از شوهرم جدا شدم. وقتی از شوهرم جدا شدم دختر رو از من گرفتن و من حق دیدن دخترم هم نداشتم. چون هنر پیشه بودم نباید دخترم رو دیدم. من 11 سال دخترم رو ندیدم. بعد شوهر دوم که کردم یواشکی کسی نفهمه پنهانی یک روز رفتیم کبوشا دخترم رو دیدم و اومدم. خب چون هنرپیشه شده بودم و مشهور شده بودم اینها خیلی ها به من زنگ می‌زدن. از جمله یه دختر خانوم بود که مرتب زنگ می‌زد، حال احوال می‌کرد. یه روز به من گفتش که خانم خوربش، گفتم بله. گفتش که من 14 سالمه. گفتم خب. گفت شما ناراحت نمی‌شید من اگر به شما بگم شما جای مادر من هستید؟ گفتم چرا ناراحت بشم؟ من خودم یه دختر 14 ساله دارم. گفت من همونم. گفتم بله. گفت من تحمینم. اسم دختر من تحمین است. دختر من یک روزی با شب دور بلند شد و خونه ما دیگه دخترم الحمدلله پهلوی ماست. و بعد یه پسر هم از شوهر دومم دارم و خدا را هزار مرتبه شکر میکنم که من یه پسر، یه دختر فوق‌العاده دارم و یک داماد فوق‌العاده دارم که به همیشه میگم به جای یک پسر، دو پسر و یه دختر دارم. اولی نمایشنامه‌ای که روی صحنه تئاتر کار کردیم به نام بلبل سرگشته که خود نصیریان نوشته بود و این بلبل سرگشته رو قبلا با جواب مرد برده بودن به پاریس نشون داده بودن و بعد برگشتن به ایران و اولی نمایشنامه بود که در تئاتر 25 شهریور اجرا شد. من بازی میکردم، آقای مشایخی بازی میکرد، آقای انتظامی رو پدر من رو بازی میکرد، خانم مهین شهابی رول زن پدر من بازی میکرد. یک ماه تمام هر شب روی سر بازی میکردیم. اسم فخری خوربش منو برمیگردونه به دوران دبیرستان که نام این دبیرستان دبیرستان تمدن بود و برای که برم به مدرسه عمدن از فامون لاله‌زار بعد رد میشدم یا خودم رد میشدم که بتونم عکسای تئاتر و ویترینای سینما رو تماشا بکنم. اولین بار یک تئاتری در تئاتر دهقان یا تئاتر نصر از خانم فخری خوربش به صحنه آمد. عکس خانم خوربش من برای اولین بار توی این ویترینای اون تئاتر نگاه کردم که در نقش ماری دوگان اتفاقا بازی می‌کرد. بعد روزنامه‌ها عکسش رو چاپ کردن و راجبش نوشتن و لقب صوفی لورن ایران بهش دادن. تصادفاً ما یه دفعه که میرفتیم تو مدرسه برخوردیم بهش، داره تو خیابون راه میره و با شاگردای مدرسه گفتیم ای صوفی لورن ایران داره اینجوری تو خیابونه. دور زدیم دوره رفتیم تو سر راهش یه چهارراه دیگه که دوره ببینیمش و از اون به بعد گاهی توی راه مدرسه ما صوفی و لورن ایران رو میدیدیم. هر دفعه هم دوره رامون رو اینجور کش میکردیم که یه بار دیگه ببینیمش. چه حالی میکردیم با صوفی و لورن ایران اون زمان. بعد تصادف روزگار کار کشید به اونجایی که اولین نمایشی که من نوشتم به نام تلسم که علی نصیریان کارگردانی کرد، اون موقع به تئاتر نمیرفتم، به اداره تئاتر، ولی به خاطری که نمایشنامه من کار شده بود رفتم اونجا و برای اولین بار اتفاقا رول یک کوری رو دادن به فخری خوربش. یک کار خیلی خوب کارگردان جهای داود رشیدی بود که پرویز صیادم با ما کار میکرد به نام معجزه در آلاباما. در...
آقای پهل بود، من صدا کرد و گفت که من شدم تو معجزه در آرمابار داره بازی بکنم، میخوای بازی کنی؟ گفتم بله. گفتش که میدون اینو آبارگراف بازی کرده و جایزه اسکار گرفته؟ ما اینو بازی کردیم. وقتی تموم شد، آقای پهل بود من خواستن در اون زبان 5000 تومان به من پول دادن، گفتن این هم جایزه ایران شما. در سالهای بعد خوب اتفاقات دیگه افتاد که ما عملا وارد کار تئاتر شدیم. من دستیار کارگردان شدم برای داود رشیدی، باز دو مرتبه برای اولین بار پشت صحنه تئاتر هر شب با خانم خروش برخورد داشتم در نمایش نامه معجزه در آرماما، نقش آن بانکرافت رو بازی میکرد و خیلی بازی درخشانی داشت خانم خروش به اون نمایش نامه. تلویزیون ثابت اومد به ایران، ما اولین نمایش نامه تلویزیونی رو به نام مارگریت با آقای نصیریان در تلویزیون اجرا کردیم. ما هر هفته یک تئاتر تلویزیونی زنده در سال 52 هفته داریم. در حدود 10-12 سال ما این کار ادامه دادیم. 10 سالش میشه 520 تئاتر. و چون در اداره تئاتر زنی که یه کمی بر روی داشته باشه و جوون باشه و در هر داستانی هم یه زن جوون نسبتا بر رو دارم وجود داشت، پس در تمام تئاترشون من بودم. کمتر اتفاق می افتاد در یک هفته من نباشم، مگر پیس مردونه باشه. این برنامه های تلویزیونی که شروع شد، خانم خروش مشارکت کرد در این برنامه ها و بسیار درخشید، یعنی بیشترین به حساب اعتبار اجتماعی که ما پیدا کردیم از طریق همین برنامه های تلویزیونی بود، یعنی تلویزیونی تئاتری که وقتی در سال 1344 تالار سگلج باز شد، مردم به اعتبار اون شهرت ما در برنامه های تلویزیونی به تئاتر رو بدن. ولی خانم خروش یک ستاره درخشانی بود تو مجموعه ما، تو مجموعه کارهایی که ما میکردیم. خودم هیچ وقت شانس همبازی بودن باهاش رو پیدا نکردم تا یک نمایشنامه از ابراهیم مکی خودم کار کردم برای تلویزیون. بعد ازش خواهش کردم که در اون نمایش بازی بکنه و با کمال گشاده دستی پیشنهاد منو پذیرفت و از این بابت من خیلی به هیجان اومدم که برای اولین بار فخری خروش یه ستاره درخشان و معروفی شده بود در زمینه تئاتر و سینما و بیاد برخلاف مصالح اداری خودش بیاد در یه نمایش تلویزیونی با من همبازی بشه. یکی از شانس‌های خیلی خیلی بزرگ من این بود که من کارمندی اداری بودم که وزیرش پهلبود بود. آقای پهلبود فوق‌العاده به هنر مملکت ما کمک کرد، یعنی سعی کرد، سعی بی‌نهایت که سطح فرهنگ هنری مردم رو بالا بیاره. میخوای بری سفر؟ چمدون چیزی نمیخوای واسط ببندم؟ های ناغلا، حرف تو حرف میاری؟ حالا شما برای امونت داری میرید؟ یا چی؟ یا این که دلت شور دختره رو میزنه؟ وقتی که من این تئاتر محاکمه ماریدوگانا کار میکردم، آقای مجید محسنی یک فیلم خاص بسازه به نام لات جوان مرد، اومدن از من درخواستن و قرارداد امضا کردیم. همون زمان آقای فرخ قفاری از پاریس اومده بودن و میخواستن فیلم بسازن، یه فیلم به نام جنوب شهر ساختن
باز هم از من دعوت کردن. نمیخواست از خرافیش های معمولی استفاده کنه. اومد کار من رو دید و خوش رو پسندید. من رو انتخاب کرد برای رولش. بدکاری تو فلان مردم بچار شمسی فرهاد شوهر صداش کن قبل عقدتو نشونم بده. قراره همین روزا بریم شیراز عروسی بکنیم. فرهاد همینو پیداش کردم. بیا با زندگی روی صحنه به قلم فخری خوربش. خانم فخری خوربش، هرگز خاطرات خوشم رو با این خانم و فیلمی رو که با هم بازی کردیم فراموش نخواهم کرد. دو تا فیلم با هم کار کردیم. فیلم اول شطرنج باد بود. میتونین تصور کنین که برای یه زن جوون 21-22 ساله کار کردن با نه تنها ستاره سینمای ایران بلکه محبوب ترین، محبوب القلوب ترین بازیگر سینمای ایران، بلکه بازیگر سینمای روشن فکرانه ایران. وقتی که آقای اصلانی تماس گرفت با هم و سناریوی فیلم شطرنج باد رو به هم داد و به من گفت که خانم خوربش قراره نقش اول زن فیلم رو بازی بکنه، من شب تقریبا خوابم نبرد. هیچ وقت یادم نمیره روز اول رفتم تا دیدمشون هیجان زده شدم و خودم معرفی کردم و تعظیم کردم. خانم خوربش من اسمم سهراب، گفتن من تو رو میشناسم، یکی دوتا از نمایشاتم اومدم دیدم، خیلی خوشحالم که با هم کار میکنیم. یه جوری رفتار کردن که یعنی لازم نیست بگی که طرفدار منی، هوادار منی یا فن منی، من تو رو به عنوان یک همکار پذیرفتم، دوست دارم، قبول دارم و دائما به کارگردان میگفتن. ولی با خانم خوربش در این فیلم شطرنج باد که اولین کار من در سینما بود، میتونم بگم که بسیار از خانم خوربش آموختم. فیلم شطرنج باد من و شهره آداشلو بازی میکنیم. فیلمیست که کلام کم داره، اگر لازمه کلام وجود داره، همش اکتی. دایه اصلابی کارگردان فوق‌العاده است، اونم امکان نداره از چیزی که میخواد یک دقیقه بگذاره. اون چیزی که میخواد جلو چشمشه و همون بگیره. آقای فوارا را تهیه کننده فیلم آقای اصلابی بود، شطرنج باد، که در تهیه کنندگی هم میدازیر. سومین فیلمش یه بوسه کوچولو که باز هم من بازی کردم. نه، تو فقط تو این سالها به هر کسی که گل کرد و مشهور شد فحش دادی، اونم برای که مردم فکر نکنن مردی. من آلزایمر گرفتم. اگه واسه ترحم اومدی اینجا، هیچ کس اینجا دلش برای تو نمیسوزه، چون مردم خودشون هزار تا بدبختی دارن. آقای فرمانرا را میخواست فیلم شازده احتجاب را بسازه، من را انتخاب کرد. این باز هم شانس دومم که آقای فرمانرا را برای انتخاب سوژه و کارگردانی فوق‌العاده است.
این همه سرخاب روی لپای چاقت نمان. تو باید یاد بگیری که مثل فخر و نسا خودتو بزش کنی، میفهمی؟ تازه این خال ساب مرده رو باید گوشه چپ لبات میذاشتی، نه روی پوزه یه دهاتی. آخه آقا او یه خانوم بود، یه خانوم. تازه من دستامو چی کار کنم؟ انگوشه یه فخر و نسا سفید و بلند بود. قصه نخور، قصه نخور. من همین دستا رو دوست دارم، همین دستا رو. تو هم سعی کن صورتتو مثل فخر و نسا بزک بکنی، موهاتو بریزی روی پستونات، این چندتارم روی پیشونید، هر شبم پیرهن تور سفیده یه دالبوری و تنت کن. هم بهشوی، هم اسراری، هم ایشور، هم آقای تقوایی. تقوایی اصلا صحنه جلو چش بشه، اصلا میمینه صحنه رو، امکان نداره یک اشتباه از نظرش بگذره. فیلم آقای تقوایی در جزیره نیرو نزدیک به آبادان ضبط میشد. دیگه هیزم نداریم براتون بشکنم؟ نه، برو سر کار خودت. این مردا رسم وقتی معامله تموم میشه با هم دست بدن. رسم خوبیه. من اولین سفری که رفتم به شوروی، شاید جز اول کسانی بودم که رفتم شوروی بعد از شاه رفته بود و من با هویدا رفتیم. من بازم دانشکده تئاتر، روز امتحان ورودی شو بود. من پرسیدم آیا کسی در ایران در اینجا فارغ التحصیل شده؟ مترجمم پرسید، گفتم چرا؟ گفتم کیه؟ گفتن خانوم اصولی و آقای اصولی. خانوم اصولی اولی رتبه رو کسب کرده. من اومدم تهران به همه گفتم، چون باعث افتخار من بود. من خیلی شانس داشتم که با کارگردان‌های بسیار خوب بازی کردم. تلی تئاتر هارو رو 3 دفعه ما در تلویزیون اجرا کردیم، چون هر دفعه که اجرا می‌کردیم هی تکرار نامه می‌اومد، تکرار. بار سوم آقای مهرجویی از آقای پربود اجازه میگیره که اینو به فیلمش بکنن، یعنی فیلم بسازن، منتها با تمام بازیگرهایی که در فیلم بودن، یعنی با انتظامی و نصیری و رومن و دیگران. ولی من اگر بخوام اشاره بکنم به اوج بازیگری خانم خوروش، میخوام اشاره بکنم به فیلم هالو. اگر آدم بشینه با دقت فقط رو این نقش نگاه بکنه، میبینه که چقدر ایشون با ظرافت و زیبایی و تعمق به شخصیت، فکر و تعمق کردن به شخصیت این رو ارائه داده. اینقدر این خوب بود که وقتی ما داشتیم توی با دوربین مخفی توی میدان فردوسی جلوی اون لوانتور اون موقع این عکت می‌کردیم کارمونو و از اون بالای عمارت ریتز در اون قسمت شمال غربی داشتن فیلم می‌گرفتن، دوربین مخفی گذاشتن که مردم متوجه نشن، یه دونه از این دژبانا که اونجا وایساده بود فکر کردم ما آدمای واقعی هستیم تو جمعیت دیگه، اومد شروع کرد تخت سینه من زد که بزن کنار، این خانومه رو میخواست بلند کنه. آقای بهشوی تازه از امریکا اومده بود، یک کارگردان استثنایی
فوق‌العاده بی‌نهایت خوش اخلاق و منطقی. وقتی که با مهجوی قرارداد بستیم به من گفت اون چنون زنی میخوام بازی کنی نه مثل تئاترت که همه بدونن این زن روسپیه. حالو نفهمه بعضی که من واقعا آشنایی با این زن با زنها نداشتم و نمیتونستم اجرا کنم. سه دفعه شهر رو رفتم با رئیس کلانتری اون ناحیه و خانومش دیگه یاد گرفته بودم. بعد از این همه کار آدم یاد بگیره که چجور برداشت کنه یا چه تقلید نباشه، عدا نباشه. در فیلم حالو من لخت نشدم، نرخصیدم، معاشقه هم نداشتم، ولی فیلم که تموم میشه همه خیال میکنن همه چی این تو بوده. استدعا میکنم بنده رو ببخشید، امشب مزاحمت فراهم کردم. ای با اختیار دارین این حرفا چیه؟ صنعت است و صنعت حقیقتاً در تهران پیشرفت شایانی کرده است. خیلی قشنگه. چه بوی خوبی دیدی؟ بفرمایید سر کاشان تقدیم کنم حضورتون. ای وای خالتی ببینم اندازه دستم. خیر اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید. انشاءالله مبارکه. خیلی قشنگ. قابل شما رو نداره. نه نه تمنا دارم. خواهش دارم. بله 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 الان خدمت میرسم. سر شب که میام جاتونه پهن کنم، دراره میبندم، پرداره میندازم، میام زیر لافتون، اما تنوی جونم یخ میکنه. جون زنا تا به سنام خوناکه، اما جون مردا زمستونام داغه. کوچیک که بودم دم صبح میرفتم تو جوی آقام، میسوریدم زیر لافشون، جاشون انگار سربینه هموم آتیش میبارید. حالا نه تنها دم صبح، از سر شب سرما سرما میشه. من تئاتر بازی میکردم که این تئاتر یک دختری در اینجا کار میکرد که خیلی مورد ظلم و ستم قرار میگرفت. یک شب یا آخر شب چپ دورش رو به دستش میگیره، دیدونه دونه دیوارهای خونه رو باش میکنه و از خونه نصف شب در نزدیک صبح از خونه میره بیرون. آخر نمایش را میگفتم که آقای علی حاتمی میخواد بیاد شما رو ببینه. که آقای علی حاتمی میومد پشت صحنه و من گفت دیوار باچ کردن ایفه کمدی میده و شما طوری دیوار رو ماچ کردید که من گریم گرفت. حالا من یک فیلم دارم که همین صحنه دوش هست و شما این فیلم من رو بازی کنید. رول مجید رو آقای بهروز وثوقی بازی میکرد، رول حبیب رو آقای مشایخی بازی میکرد، منم که دختره بودم. بازیگری که نقش معشوقه مجید بازی میکرد خانم شهره آقلاخشو بود. دومین فیلمی که من با خانم خوربش کار کردم فیلم سوت دلان بود. متاسفانه صحنه‌ای با خود خانم خوربش نداشتم. وقتی فیلم رو دیدم عاشق کار خانم خوربش شدم. به قدری ظریف این نقش رو خانم خوربش بازی کرده بود که مبهوت شدم. شما حرومم کردی. من که در بند حروم و حلالش نبودم، در بند انکهتوی آقام نبودم. مهر شما به دلم بود و کلوم خدا به لبم. حبیب الله بذاری هیکیم باکره یا عسه بشه. پس بگو مجید و صبح به صبح بادیش رو میزد زیر بغلش را میافتاد گاوداری.
شیر بونش بود، برا اثر میومه. پناه به خدا چه زیرابروی برداشته جونم مرگ شده. ای خودم یه دست لباس از تو جورنال براش بدوزم کلی مقبول میشه. ما الان کسی رو داریم مثل شهره آقداشلو. شهره آقداشلو فوق‌العاده است. من شخصا بهش افتخار میکنم. خانم فخری خوربش، بازیگر ابرقدرت تئاتر ایران، ستاره سینمای ایران، یکی از سخت کوشترین هنرمندان زنی است که به همه عمرم دیدم. بعد یکی از خوشحاسیام اینه که استاد عبادی فوق‌العاده من علاقه داشت و من هم همینطور. ایشون دایی شوهر من بودن و من هم به همین دلیل بهشون دایی جان میگفتم. تئاترهایی که من بازی کردم واقعا برای من بهتر از هزارها دانشکده بود. هیچ وقت دنبال پول نبودم، برای پول نرفتم و نخواهم رفت. و اما اگر یک زن نسبتا متمولی شدم در زمان شاه قبل از انقلاب، به این دلیل بود که تمام لباسهای باله رو من می‌دوختم، تمام لباسهای تئاتر رو من می‌دوختم. کارگاه داشتم، چند تا شاگرد داشتم و خودم می‌بریدم و دستور می‌دادم اونها می‌دوختن. بعد از انقلاب تراژدی امیرکبیر رو به من دادن، خوندم، خوشم اومد، رفتم و بازی کردم. اولین صحبتم هم این بود که مهد اولیا یک زن بدجنسی نشون داده میشه و من معتقد نیستم به این مسئله، رو این مسئله هم بازی نمی کنم. یعنی مهد اولیا بدجنس نیست، مهد اولیا یک مادره. بگذارید جیران را صدا بزنم، مادام هم مشتاق زیارت شماست. نه، حوصله کسی را نداریم، حالا نه. از قضا همین حالا مناسب است، ما نمیگذاریم با این حال و وضع از اینجا بروید. امشب در اندرونی باشید، زنها به دیدار شما زنده میشوند. نمیدانم، من بعد از انقلاب بیشتر سال یک دفعه بیامدم و بچه ها رو میدیدم و اومدم یک خانومی به نام خانم شیرین بزله که آقای گرگیر معرفی کرده بود، یک زن ایرانی میخواست بازی کنه. فیلم ایرانی و انگلیسی بود، زبان ایرانی و امریکایی بود. Good morning. Said package نیست. Things sometimes disappear when Nazis is around, you know. Maybe. Eat breakfast. Good idea. I'll take a shower and be right down. Okay. من در سال 1987 بعد از اینکه نزدیک 2 سال در استرالیا بودم به لس آنجلس برگشتم و یه داستان کوتاه نوشتم راجع به 2 نسل از مهاجرینی که از ایران به لس آنجلس اومده بودن و می‌خواستم از این یه فیلم کوتاه درست کنم. در فستیوال فیلم نیویورک یک تهیه کننده آشنا شدم که وقتی فهمید من یه همچین فیلمی رو می‌خوام بسازم گفت که اگه این فیلم رو
بکنیش فیلم سینمایی و رو 35 میلیمتری فیلم برداری کنی، شرکت من میتونه بهت کمک کنه که اینجوری تهیه بشه. و بعد که برگشتم لس آنجلس، اون کاراکتری که نقش مادر رو در این داستان داشت، بکردم اون رول رو بزرگتر کنم و یه بعد بیشتری به کاراکتر مادر بدم. اون موقع بود که مرحوم آقای دیلمقانی به من گفتن میدونی که خانم خوروش اینجا هستن؟ و من که از طرفداران پروپاگورس خانم خوروش بودم، از وقتی که فیلم 16 احتجاب رو دیده بودم و تمام کاراشون رو دنبال کرده بودم، اصلا باورم نمیشد. گفتم خب معلومه که خیلی دلم میخواد با ایشون آشنا بشم و فقط از هیجان اینکه ایشون رو بشناسم همون کافی بود، و اگرم تو فیلمم حاضر بودن شرکت کنن که دیگه چه بهتر. خانم خوروش رو که ملاقات کردم همون دفعه اول، خودشون گفتن که من از اینکه کارگردان زن داره اینجا فیلم سینمایی درست میکنه دوست دارم که همکاری کنم. خانم خوروش به قدری حرفه‌ای هستن که نوع کارشون یه جوریه که اولین تیک که میگیریم، اون صحنه که باید بازی کنن، با همون یک تیک به صورت عالی پیش میره. و سر فیلم ما هم سینماتوگرافر ما یه لقبی به خانم خوروش داده بود که بهشون میگفت وان تیک فخری. I had to burn it, Jerry. Why? So many people in trouble. All my fault. من تجربه‌ای که با کار کردن با خانم فخری خوروش داشتم، میتونم بگم که هر کس که با ایشون کار میکنه کار اون آدم بهتر به نظر میاد. بعد از این فیلم دیگه به من پیشنهاد شد که سالی فیلد بازی میکرد، یک خانومی که امریکاییه و شوهر کتکش میزنه. رول خیلی کوچولو و بی همیت بود و من نه محب باشم خودم، ولی اصولا کارهای بی اهمیت رو دوست داشتم، گفتم بازی رو بکنم. بعد یک فیلم دیگه به من پیشنهاد کردن که اینم خیلی دوست داشتم بازی کنم، خیلی واقعا دلم میخواست بازی کنم و جواب مثبت هم بهشون دادم. جنگ 6 روزه مصر و اسرائیل بود. من دور که خودم خیلی خوشم بود. به من تلفن کردن که حاضر هستی انتحار از شما بخونیم؟ گفتم بله. 5-6 خط اولی که خوندم گفت Your English is perfect. گفتم No, it's not perfect. I memorize it. خبر دادن که آماده مسافرت باش، ما به مصر میریم. اصلا دنیا به دور سر من چرخید. درست موقعی بود که روابط مصر و ایران خیلی آشفته و بد بود و من مجبور بودم به ایران برگردم. من خانم فخری خوروش رو از ایران میشناسم، از زمانی که در فیلم ها بازی میکرد، گاه سر صحنه ها میرفتم باشون چند تا گفتگو کردم، ولی بخشی که از زندگیش اختصاصا در مجله جوانان چاپ شد و من شانس گفتگوها رو باش داشتم، دوره بود که در لس آنجلس فعالیتش رو شروع کرد. فخری خوروش در سالهای اقامتش در امریکا، جدا از بازی در فیلم بلو فیس، در 2 نمایش فرشته و برف و زن شوهر من با حسین کریم بک به صحنه رفت و همچنین تقصیر و چمدان و فرهاد آیش. فخری در تئاتر نقش زن که خود کارگردانی کرد به همراه فرهاد آیش روی صحنه رفت و یکی از زیباترین کارهایی بود که اینجا انجام داد. در جشن 2500 ساله
من رول سودابه رو بازی میکردم و التماس میکنه و قول میگیره از سیاوش که امشب به شبستانش بیاد. روی تخت خوابیده و میگه سیاوش وارد میشه. سرش برند میکنه میگه سیاوش به من بپیچ، به من بیاویز مثل مهرگیا، به تمامی من، به سر تا سر من، تا زنده شوم، سبز شوم، که برویم، ببالم، افشان شوم، که سیاوش من با بلندی قامت تو زر کشیدم.